به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم تا به این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. اگر یادتون بیاد یکی دو روز پیش در مورد اقدامات چین علیه اسرائیل صحبت کردیم و گفتیم که چین دیگه اون چین سابق نیست و خیلی از سیاست‌هاشو در مورد اسرائیل و آمریکا تغییر داده. در همین زمینه امروز غول کشتیرانی چینی کاسکو سفر به بنادر اسرائیل رو متوقف کرد. اسرائیل گلوبز گزارش داد که شرکت دولتی چینی کاسکو، یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری در جهان، تصمیم گرفته به دلایلی که هنوز نامشخص است سفر به بنادر اسرائیل را متوقف کند. واقعا دلیلش مشخص نیست. در این گزارش اومده که این شرکت با وجود اینکه بعید است حوثی‌ها به کشتی‌های آن در دریای سرخ حمله کنند، به دلیل روابط اقتصادی و سیاسی بین چین و ایران که از گروه‌های یمن حمایت می‌کنند، تصمیم گرفته اقداماتش را متوقف کند. این روزنامه گزارش داد که تصمیم کاسکو به طور قابل توجهی بر تجارت بین اسرائیل و خاور دور تأثیر خواهد گذاشت و اضافه می‌کند که شرکت کشتیرانی اسرائیلی زیم که همکاری نزدیکی با کاسکو دارد، ممکن است با هزینه‌های حمل و نقل بیشتری روبرو شود، زیرا باید تعداد کشتی‌های فعال در منطقه دور را افزایش دهد. اندکی بعد از این خبر، پیج‌های فارسی زبان ارتش اسرائیل با انبوهی از فشار دستور گرفتند تا لجن پراکنی را شروع کنند. اول از همه این توییت رو ببینیم. جمهوری اسلامی و حزب الله، جمهوری اسلامی و حماس، جمهوری اسلامی و جهاد اسلامی، جمهوری اسلامی و حوثی ها. در پایین هم نوشته سر مار در تهران است. فعلا که سر مار حماس گسستتون کرده، با همون بازی کنین تا ببینیم دفعه بعد چه کنیم، البته اگر دفعه بعدی در کار باشه. یه نمونه لجن پراکنی دیگه هم همراه با وقاحت تمام ببینیم از مزدور درجه یک. مراسم چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی این گونه شده، نیروهای خودش رو از دست داده. به ساندیس خورای شرکری در ابتدای صحبتتون، آیا حالا این آدم ها، این ساندیس خورها، یا اون چیزی که من همیشه تصویر کوکی کرامبل خورها رو به ذهنم میرسه، یعنی شما مثلا یه شیرینی بزرگ رو که به قول آقای سازگارا اون آلکاپون گنده ها دارن اون شیرینی اصلیه رو میخورن، این خورده های شیرینی که میریزه پایین، افراد دیگری که حالا شما اسمشون رو میذارین ساندیس خور میخورن، اینها آیا شایسته شفقت هستند؟ آیا این ترحم ملی یک وقتی که یک اتفاقی برای این افراد میفته که به هر حال بعد یک همدردی اجتماعی ایجاد بکنه، سزاوار اون همدردی اجتماعی هستند یا نه؟ کینه بسیار شدید اینتر آشغال نسبت به شهدای حادثه تروریستی کرمان رو شاهد هستیم. حالا بریم ببینیم این کینه از کجا میاد. یه دلیلش رو که خدمتتون عرض کردم. دلیل بعدی اما اینه که شکست در باتلاق جنگ زمینی در غزه برای صهیونیست‌ها از دو ماه هم فراتر رفته و در برابر هدف قرار گرفتن صدها خودرو زرهی که حامل هزاران سرنشین نظامی بودند، همچنان تیم‌های ضد زره در زیر زمین غزه باقی ماندن تا این منطقه به معنای واقعی به باتلاقی برای زمینگیری ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل بشه. صهیونیست‌ها با وجود اینکه می‌دونن توسط حماس در غزه به تله کشانده شدن و در معرض فرسایش کم سابقه قرار گرفتن، نمی‌تونن به راحتی از این منطقه دست به عقب نشینی بزنن. رژیم صهیونیستی به نسبت جمعیت 9 میلیون نفریش دارای تجهیزات زرهی انبوهی هست. این وسایل شامل تانک، نفربر، خودروهای زرهی و بولدوزرهای زرهی هست. بخشی از این وسایل زرهی که قدیمی‌تر به حساب میان، مثل تعدادی از تانک‌های مرکاوای مارک 3 و تانک‌های ماگاج که نمونه ارتقا یافته تانک‌های آمریکایی M48 و M60 هست، به شکل ذخیره نگهداری میشن تا در شرایط اضطراری مجدداً به خدمت در بیان. تعداد مجموع تانک های عملیاتی رژیم صهیونیستی هم 2200 تا 3000 اراده تخمین زده شده که نزدیک 1000 تا 1300 اراده از اون از نسل مرکاوا هست. طبق برنامه باید 660 اراده از این تانک تولید میشد، اما تا الان 360 اراده تولید شده که معادل نیمی از برنامه هست و خیلی هاشون هم تو این روزها هدف قرار گرفتن. برای پیشروی به غزه با توجه به شرایط پیچیده و مخاطره آمیز بودن اصل عملیات نظامی در چنین محیطی، یگان های نخبه مثل تیپ گولانی سوار بر تانک های مرکاوای مارک 4 راهی غزه شدند و با توجه به شدت ضربات به وسایل زرهی رژیم که شامل 825 وسیله می شود، میشه گفت تعداد قابل توجهی از تانک های مرکاوای مارک 4 رژیم در غزه هدف قرار گرفته و آسیب دیدند. حالا جواب سوال رو هم با هم دیگه بشنویم.
سزاوار اون همدردی اجتماعی هستند یا نه. من بر اساس چیزایی که نگاه کردم و دیدم کسانی بودن که توییت زدن و گفتن ما از قاسم سلیمانی حمایت میکنیم، اونا هم جزو کشته شده ها بودن، یعنی بخشی از این کشته شده ها طبعا کسانی هستن که ایدئولوژیک حامی حکومت هستن، بنابراین که قربانیان نمیتونن در صف اونا قرار بگیرن. واقعا زبان قاصر در توصیف این حجم از وقاحت. اما ضمن اطلاعتون باید بگم که همین حرفا قراره به کابوستون تبدیل بشه، اونم به زودی. این پیام سردار قاآنی رو داشته باشین. سردار در پیامی ضمن اعلام تبریک و تسلیت سپاه به جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های فلسطینی در پی شهادت شیخ صالح العاروری تأکید کرد دشمن و صهیونیست‌ها می‌خواهند با ترور رهبران مقاومت از شکست سنگین خود در غزه و کرانه باختری بکاهند. وی افزود شهید العاروری در حالی به شهادت رسید که عرصه بر دشمن در کرانه باختری تنگ شده. این برادر شهید در کارنامه درخشان خود طوفان الاقصا، انتفاضه اول و دوم و انتفاضه قدس را دارد. فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به شکست‌های میدانی رژیم صهیونیستی در فلسطین ادامه میده. جهان شاهد خواهد بود که برادران شهید العاروری چگونه به کابوس رژیم صهیونیستی تبدیل خواهند شد. به نظرم پیام واضحه. تیر خلاص را اما مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه به این جماعت وارد کرد و گفت امروز فلسطینی‌ها با موشک می‌جنگند و روزی به این توانایی خواهند رسید که اجازه بمباران هم به صهیونیست‌ها نمی‌دهند و به سلاح پدافندی دست می‌یابند. این پیام رو شما برامون ترجمه و معنا کنید دوستان. ضمن اینکه وزارت دفاع هم ساعتی پیش گفت ارزاوری فروش دستاوردهای نظامی 5 برابر افزایش داشته. امیر محمد رضا اشتیانی در کنفرانس خبری با خبرنگاران اعلام کرد غالب کشورهای آزادی خواه و مستقل از دستاوردهای دفاعی ایران استفاده می کنند. میزان ارزاوری فروش دستاوردها حدود 5 برابر افزایش داشته است. به زودی ساخت بالگرد ملی هم به سرانجام خواهد رسید. این در حالیه که روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت در گزارش خود آورده ویدیوهایی که حزب الله منتشر می‌کند نشان می‌دهد که اعضای این حزب از توان نظامی و اطلاعاتی بسیار بالایی برخوردارند. این خبرها در حالی منتشر شده که بلومبرگ هم اولین تیتر روزش رو اختصاص داد به ایران و بریکس و نوشت توسعه بریکس و تضعیف اهرم فشار غرب علیه ایران و روسیه. بلومبرگ می نویسه 2 برابر شدن تعداد اعضای بریکس ممکن است اهرم فشار غرب علیه کشورهای مثل روسیه یا ایران را تضعیف کند. افزوده شدن عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و ایران به بریکس اثرگذاری این گروه را افزایش داد و فشار غرب بر کشورهای مثل روسیه و ایران را کاهش خواهد داد. اینم یه اهرم فشار دیگه برسد به دست اونایی که هنوز در مورد موضوع انتقال قدرت از غرب به منطقه شک دارن. ضمن اینکه همین الان خبر رسید مقاومت با چندین پهپاد به پایگاه آمریکایی‌ها در ارمیلان حمله کرده. این دومین حمله ته امروز هست. باید ببینیم در ساعات آینده واکنش آمریکا به این حملات که نسبتاً شدید و سنگین هم بوده، مخصوصاً قبلی که با 30 راکت انجام شد، چه خواهد بود. ما هم تا اون موقع شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.